سلام سلام، حال احوالت چطوره؟ ماجرا برام یاد به اینی که من پریشب یه سر حال روزم خوش نبود، گفتم بذار برم توی فروشگاه کتابخونه‌ای که خیلی دوست دارم واسه خودم لای کتابا بچرخم یه ذره به خودم حال بدم. بعد یه دفعه به این استنده خوردم، چیه خوب، این چه ایده جالبیه، مثلا یه جوری انگار سورپرایزه. آقا من اینو گرفتم، خودم با نمک، کاغذش اینجوری بوده، من بازش کردم ها. کاغذش دورو بود، اینم اینجا. من راجع به کتاب نمیدونم حرف بزنم. من وقتی اون استند رو دیدم با خودم فکر کردم از کتاب فروختن دیگه اوردینری تر و عادی تر چی هست؟ خدا وکیلی یه ایده ای داری، اگه الان این ویدیو رو داری تماشا میکنی، یه ویدیو 5 دقیقه ساده است و ایده ای تو ذهنته، باش میگی نه بابا این صدای سرزنشگر میاد، نه بابا کی میاد میخره اینها. سلام سلام، حال احوالت چطوره؟ خوبی؟ همه چی رو به راهه؟ ببین، من اومدم امروز راجع به یه ماجرایی صحبت کنم که برام خیلی جذاب بوده. ماجرا برام یاد به اینی که من پریشب یه سر حال روزم خوش نبود، گفتم بذار برم توی فروشگاه کتابخونه‌ای که خیلی دوست دارم واسه خودم لای کتابا بچرخم یه ذره به خودم حال بدم. بعد رفتم اونجا و یه ذره همین که داشتم نگاه می‌کردم یه دفعه به این استند خوردم، یه استند بزرگ که روش یه عالمه کتاب بود که رپ شده بود با یه کاغذ ساده و همه 5 دلار بودن. بعد روش نوشته شده بود که آقا جان هر کدوم از این کتابا چیان، ولی مثلا چه جور محتوایی داره. بعد یه ذره فکر کردم خب چه کاری، بذار یه ذره واسه خودم بگیرم بعد ببینم که چیه. خب این چه ایده جالبیه، مثلا یه جوری انگار سورپرایزه. آقا من اینو گرفتم، نوشته سلف هلپ International bestseller, ruthlessly frank and funny. Ruthlessly frank یعنی یه جوری سفت و سخت، رو راسته و فانیه، بامزه است. خلاصه گرفتم و ببین چقدرم با نمکه. کاغذش اینجوری بوده، من بازش کردم ها. کاغذش دورو بود، اینم اینجا. خیلی با نمکه نه؟ خلاصه گرفتم، شمادم خونه، دو سه تا ایمیل سخت داشتم بعد میزدم، گفتم سوماز این ایمیل رو که زدی این جایزت باز کن ببین تو چیه. بعدشم با خودم، بعدشم که رفتم پولشو پرداخت کنم، خانمه گفتش که ببین این یه درصد بالاییش میره به دونیشن، میشه دونیت میشه به مدرسه برای خرید لوازم تحریر برای بچه ها. منم گفتم خب چی بهتر از این، چقدر حس خوبیه. بعد تازه فهمیدم چجوری توی یه همچون کتاب فروشی این کتاب ها یه همچون استندی دارن، یه همچون جای بزرگی برای فروش دارن. خلاصه اون روز بازش کردم، دیدم اینه The Subtle Art of Not Giving a که هنر به ته گرفتن، دقیقاً به فارسی ترجمه شده، یه آقای جوانی که الان اسمش یادم افت، خودش هم برام امضا کرده، حالا عکسش رو میذارم میبینین. اون برای چیز من همون اول گرفتم. ببین کتابه هست 22 دلار کاناداست، من نمیدونم چجوری 5 دلار فروختن، یعنی آی وان. حالا من فارسیشو خوندم آلردی، ولی دیگه فکر کنم اینو به یکی مثلا شاید کادو دادم، چون خیلی کتاب جالبیه، من از من خیلی کانسپت جالبیه، ولی من راجع به کتاب نمیدونم حرف بزنم. من وقتی اون استند رو دیدم با خودم فکر کردم از کتاب فروختن دیگه اوردینری تر و عادی تر چی هست خدا وکیلی. بعد یکی اومده اینو یه همچین آیدیایی بهش ایدهی به ذهنش زده که بیاد بگه ببین بیا مثل تخمق شانسی کتاب بخر، بیا یه کتاب بخر با این سه تا توضیح انتخاب کن چی، با 5 دلار هم بیشتر نمیدی. من واقعا فکر کنم کتاب آتاشخال که در حد 5 دلار، اصلا فکر نمی کنم یه همچین کتاب خوبی بیاد توش بیرون. حالا باز باید برم بازم از اون کتاب انتخاب کنم و خیلی کیف کردم. ببینید بچه‌ها، دو تا پیغام دارم براتون. یک، همین من خیلی حال خوشی داشتم وقتی اینو خریدم بعد بازش کردم و واقعا یه ریوارد بود. یه 5 دلار خدا وکیلی چرا، من می‌خوام برم یه کافه بخرم همون هول و هوشه. بنابراین می‌خوام بهتون بگم که یه موقع‌هایی هست میتونیم به خودتون وقتایی که مودتون پایین و اینا یه جایزه خیلی کوچیک متفاوت بدید. یه ذره دیدتون رو باز کنین، به اطرافتون ببینین چیکار بر خودتون میتونه بکنه. مثلا این لاک منو که من خیلی دوستش دارم بر خودتون بگیرین. حالا یه کتاب بگیرین ها. از اون طرف ببین، برای هر ایده‌ای یک متقاضی هست. اینو می‌خوام بهت بگم. اصلا دنیای پر از ایده های جدید دیدیم. بعضی مغازه ها میریم میگه این برای اینه که کیوی رو کات کردی نصف کردی، نصف دیگه شو بذاری اینجور ببندی بذاری توی یخچال. تو میگه آخه به مغز کدوم تنابنده یه همچی چیزی خطور میکنه، میدونی؟ یا مثلا همین دیزاین این بند اپل واچ من، یعنی من عاشقشم، بچم رفتم بر چیز
نگاه کن ای لوس، چیزای اسنوپیه با اون ست کردم و با خودم فکرم اینا چیز شادی های کوچک بچگانه است که ما هر کدومون میتونیم به خودمون بدیم. میتونیم بریم بر خودمون یه تخم شانسی 5 دلاری بگیریم ببینیم چیه. یعنی یه جوری میتونیم با خودمون متفاوت برخورد کنیم، خودمون رو متفاوت تریت کنیم و به خودمون حال بدیم. از اون طرف اگه ایده ای داری، اگه الان این ویدیو رو داری تماشا میکنی، یه ویدیو 5 دقیقه ساده است و ایده ای تو ذهنته که هی همش میگی نه بابا این صدای سرزنشگر میاد، نه بابا کی میاد میخره، کی میاد کی با اصلا با این میتونه کار داشته باشه، اینها. حالا اینم بهتون بگم یه برنامه هست به نام شارک تانک، تانک کوسه ها، که اینا چند تا 5-6 تا اینوستورن، سرمایه گذارن، آدم ها میان میگن من این بیزینس کوچیکو دارم، تا حالا انقدر رونیو داشتم، انقدر پول دروردم، انقدر این کار کردم، این کار کردم، حالا میخوام مثلا 20%شو به این قیمت بخرم بفروشم، شما بیاین بخرید، بعد رو من که سرمایه گذاری کردیم به من استراتژی بدید. اینا حالا اونا بر اساس سوددهی این بیزینس سرمایه گذاری میکنن یا نمیکنن. خب این مهم نیست. ببین انقدر بیزینس های متفاوتی که خیلیشون الان مولتی میلیاردرن، مثلا شارکا خریدن و نخریدن، اومدن با اینجا خودشون رو اومدن خودشون رو چیز کردن، پرزنت کردن و ببخشید اومدن خودشون رو پرزنت کردن. این برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که یه دفعه دو تا پسر بودن، میدونی بیزینسشون چی بود؟ روی سیب زمینی خام نپخته، برای آدمای دیگه، برای آدما مثلا تو براشون رو وبسایتشون پیغام میذاشتی که روی سیب زمینی برای دوست من بنویس، فلان براش پست کن. باورت میشه خدا وکیل سیب زمینی، نه تخت سنگا، نه سیب زمینی، راک هم نبود. و یکی از شارکا که کوین اسم خودش باشه، مستر واندرفول، در کمال تعجب و شگفتی نه تأثیر، 50,000 دلار یادم داد یه درصدی از سهام اینا رو خرید، گفت خیلی باهاتون حال کردم، مطمئنم این بیزینس شما نهایتاً 1-2 سال کار میکنه، ولی دمتون گرم که یعنی از هیچ ایده‌ای فروگذار نکردین، یه همچین کاری رفتین انجام دادین. من اصلا به قول گفتنی برگام که آخه کی میاد رو بیزینسی که سیب زمینی روش می‌نویسن می‌فرستن برای مردم. یه آقای اومد از روی این جدول رفت، ببخشید کی میاد رو بیزنسی که رو سیب زمینی نوشته داره پست میکنه برای بقیه سرمایه گذاری میکنه، ولی کوین کرد. و این برای من شده که بزرگترین درس های رو کره زمین که دست کم نگیر، کوتاه نه، یا هر ایده ای ارزشمنده باید روش کار کرد. اینم یه چیز دیگه است، یه نشونه دیگه است. خلاصه دوستای عزیزم دست کم نگیرید، کوتاه نیاین، هر ایده ای ارزش فکر کردن داره و هیچ ایده ای نیستش که شما بخواین کوچیک ببینینش و اجازه بدین اون صدای سرزنشگرتون بگه نه بابا کس کی به این توجه میکنه. تو از کجا میدونی کی بهش توجه نمیکنه تا مادامی که پرزنتش نکنی و با آدما نگی بیاین ببینین من چه ایده جذابی دارم. نه، تا مادامی که ترایش نکنی، امتحانش نکنی، نمیدونی که این ایده ارزش انجامو داره یا نه. مواظب خود باش، با خود مهربون باش، برو که رفتیم. برام بنویس تو چه ایده ای داری که تا حالا فکر کردی که این ارزش انجام دادن نداره، از توش پول در نمیاد. تو کامنت ها بنویس. مواظب خود باش. بای.